دویچه آلمان دیپلمات ایرانی دستگیر شده در آلمان به بلژیک منتقل می شود. وزارت خارجه اتریش اعلام کرد مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی دستگیر شده ظرف 48 ساعت سلب خواهد شد. وزارت امور خارجه اتریش سفیر رژیم ایران در وین را فراخواند. دویچه در آلمان روز دوازده تیر 97 سوم جویه 2018 گزارش داد اسدالله علیف اسدی که به گفته دادستانی بروکسل یک دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت رژیم ایران در وین است و در آلمان دستگیر شده به بلژیک منتقل می شود این فرد یک شنبه شب اول ژوئیه ده تیر در یک استراحتگاه میانراهی در اتوبان آسه در ایالت بایرن نزدیک شهر آشرافنبورگ دستگیر شد. دستگیری او در ارتباط با دو بازداشت دیگر در بلژیک و فرانسه صورت گرفت که در طی آن یک زوج ایرانی بلژیکی و یک فرد دیگر در پاریس دستگیر شدند. اتهام این افراد قصد بمبگذاری در گرد همایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس عنوان شده است. بخش مطبوعاتی دادستانی بامبرگ در پاسخ کتبی به سوالات دویچه بله فارسی در این باره نوشت که بنا به درخواست مقامات قضایی بلژیک این فرد به بروکسل فرستاده می شود. دادستانی بامبرگ همچنین به دویچه گفت که به همین دلیل امکان دادن اطلاعات بیشتر در این مرحله وجود ندارد. خبرگزاری آلمان روز دوشنبه تایید کرد که فرد ایرانی در ارتباط با برنامه حمله به گرد همایی مجاهدین خلق دستگیر شده است. به گفته دادستانی بروکسل، فرد دستگیر شده با زوج ایرانی که در همین ارتباط در بلژیک دستگیر شده اند در ارتباط بوده است. دویچه وله در گزارش خود افسود روز دوشنبه 3 ژوئیه وزارت خارجه اتریش از رژیم ایران خواست تا مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات دستگیر شده ایرانی را سلب کند. در بیانیه وزارت خارجه اتریش آمده است مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی دستگیر شده ظرف 48 ساعت سلب خواهد شد. چرا که او بنابر یک حکم اروپایی دستگیر شده است همزمان وزارت امور خارجه اتریش سفیر رژیم ایران در وین را فرا خواند تا به روشن شدن وضعیت فرد دستگیر شده کمک کند